نیروهای ویژه امنیت ملی میگویند شب زنده‌داری آنان از بهر سرکوب گروه‌های شورشگر در شهر کابل و از میان برداشتن و دست بستن گروه‌های تبهکار است. اولین هدف در مربوطات حوزه پنجم در قلعه کشف سایه کمپانی دیده شود. در این هدف چی دستاورد اینا خواهد داشت؟ در این خانه در مربوطات حوزه پنجم امنیتی کابل گفته شده که یک جنگجوی طالب که باشنده ولایت میدان وردک است بود و باش دارد. بعد از چند لحظه کوتاه این نیروهای ویژه امنیت ملی از این خانه بیرون می شوند. فرمانده نیروهای ویژه به زیر دستانش دستور می دهد که به هدف بعدی بپردازند. این نیروها می گویند در این عملیات های شبانه تا اکنون چندین داعشی را بازداشت کردند. طالب را گرفتیم، داعش را گرفتیم، انتخابی را گرفتیم، اختطافچی را گرفتیم، میگیریم، در هر یک وظیفه باشه ما که کالا را پوشیدیم، کالای دولت از ننگ خود، ناموس خود، وطن خود دفاع میکنیم. لکه در انتحاریان و اختطافیان و بازداشت نور اختطافیان و گروپونا دستیم زیاد نیولی دیم، انشاءالله نیسو باید باز مون پسی روزو. شمار از باشندگان حوزه پنجم امنیتی در ساحه کمپانی کابل میگویند طالبان در این محل با استفاده از موترسایکل و حمل سلاح‌های سبک سنگین گشت‌زنی می‌کنند. آنان می‌گویند طالبانی که در منطقه کمپانی حضور دارند نیروهای حکومتی را هدف قرار می‌دهند. سلاح‌هایشان بعضی گروه هستند کلاشینکوف دارند و بعضی گروه با همین سلاح‌های خفیفه نیست تفنگچه. موترسایکل بهترین وسیله است به خاطر شکار خود، ولی شکارشان بسیار زیاد شده. عملیات شب نخست عید در مربوطات حوزه پنجم امنیتی 8 ساعت به درازا می کشد. در این عملیات 4 خانه که گفته شده طالبان و داعشیان در آنها حضور داشتند زیر بررسی قرار گرفتند و در نتیجه از محله کمپانی 4 میل کلاشینکوف، یک جمر و چند شاجور مرمی به دست این نیروها می افتد. مانورهای شب انگام قطعات خاص امنیت ملی در شهر کابل در حال اجرا می شود که در یک هفته پس این شهر کابل گواه چندین حملات تروریستی بود. در همین حال این قطعات خاص توانستن چندین مخفیگاه داعش را در شهر کابل از بین ببرند. سمجهش، آریانا نیوز، کابل.